سلام ارادت، امیدوارم هر جا که هستید حالتون عالی باشه. بچه ها، یکی از موضوعاتی که توی کشور سوئد واقعا خیلی بهش اهمیت داده میشه و به نظر من دیگه از شور به درش کردن، بحث محیط زیست هست. یعنی تا جایی رسیده که این قضیه گاهن من یکی رو واقعا خیلی اذیت میکنه و گاهن من عصبی میکنه. مثلا من پارسال داشتم جلوی در خونه ماشین میشستم و این مواد شوینده ای رو که من استفاده میکردم، خب من از بیلترما خریده بودم، یه فروشگاهی هست که قبلا هم من ویدیو راجبش ساختم که اگه ندیدید فیلمش میاد این بالا، که من ازش یه مواد شوینده واسه ماشین خریده بودم و داشتم ماشینمو میشستم که یکی از همسایه‌ها، خب یه کمی فضول هست و البته مسنم است، از این پیرمردای فضول هست، اومد و سلام علیکم چیکار میکنی؟ گفتم که چی، دارم ماشینمو میشونم. بعد گفت که میدونی باید از مواد استفاده کنی که واسه محیط زیست ضرری نداشته باشه، که خب البته من گفتم که بیا زیست ضرر نزنی ها، من این قضیه رو میدونم و ممنونم که به من این قضیه رو شما گفتی، اما این که داری تو کار من فضولی میکنی این کار قشنگی نیست و سعی کن که دیگه این کار رو انجام ندی و بهتره که نخواهی موضوعات رو به من یادآوری یا تذکر بدی. حالا کاری نداریم، یعنی اینقدر این قضیه محیط زیست اینجا بعضاً بزرگ شده و اینقدر این قضیه محیط زیست اینجا مهم شده که شما هر کاری که میخوای انجام بدی باید بحث محیط زیست فکر کنی. مثلا شما زمانی که میری امتحان رانندگی بدی و شما تست رانندگی داری که یه افسر یا حالا یه کسی کنار شما میشینه و از شما امتحان میگیره، شما زمانی که حرکت میکنی و اگر ماشین شما منوال باشه و شما زمانی که از دنده 1 میخوای حرکت کنی بیای به دنده 2، دیگه به دنده 2 نباید بیای، یعنی شما مستقیما از دنده 1 میای به دنده 3، و اگر شما این کار انجام بدی و دنده 1 بیای به 2 و 2 بری به 3، ممکنه که اون شخص حتی شما رو رد کنه و شما رو تایید نکنه واسه گواهینامه. چرا میگن که شما زمانی که دنده رو میدی به 2 و 2 میری به 3، این باعث میشه که مونوکسید کربن بیشتری، حالا مونوکسید یا دیوکسید کربن، حالا یکی از این دوتا بیشتری تولید بشه و این واسه بحث محیط زیست خطرناک است. به همین جهت من فکر میکنم که واقعا بعضی وقتا به همکارام میگم که کشور سوئد کشوری که به تنهایی میخواد کره زمین رو نجات بده و این اتفاق نمیفته و این قضیه باعث شده که مثلا ما بیایم رو خیلی از اجناس مالیات زیادی بگیریم. به عنوان مثال همین سوختهای فسیلی مثل بنزین، حالا دیزل، گازوئیل، اینا چیزهایی هستن که به خاطر محیط زیست ما الان مالیات بسیار بالایی روی این اجناس پرداخت میکنیم. به درست یا غلط بودنش کاری ندارم، این خیلی خیلی خوبه که ما به محیط زیست اهمیت بدیم، محیط زیست رو خوب نگه داریم. به هر حال محیط زیست یه امانتی از دست ما که ما از پدرانمون گرفتیم و ما باید این امانت رو به صورت درست و به صورت خوب تحویل فرزندانمون بدیم و خیلی خوبه که ما حواسمون به محیط زیستمون باشه و از آسیب رسوندن به محیط زیستمون چیکار کنیم، جلوگیری کنیم. ولی خب گاهن این واقعا این قوانینی که وضع میشه و این مواردی که وجود داره گاهن آدمو اذیت میکنه و وای خیلی سخته. حالا نمیدونم، حالا شاید خیلی از دوستان با نظر من موافق باشن، خیلی هم مخالف باشن، اصلا کاری به این قضیه نداریم و در کل محیط زیست واسه من مهم است و من خودم به محیط زیست احترام زیادی میذارم و امیدوارم که همه ما بتونیم محیط زیست خوبی رو حفظ کنیم واسه فرزندانمون. امروز تو این ویدیو بچه ها من میخوام راجع به این موضوع صحبت کنم که البته من سعی میکنم بعدن حتما راجع به قوانینی که در خصوص بحث طبیعت و محیط زیست هست من ویدیو ضبط کنم و واسه شما توی کانال بذارم، اما من راجع به این موارد پستای زیادی توی کانال اینستاگرام گذاشتم که اگر ندیدید یا کانال اینستاگرام من ندارید، لینکش تو قسمت دیسکریپشن هست و حتما میتونید برید اونجا کانال من رو پیدا کنید، حالا فالو کنید و پست ها رو بخونید. ولی من سعی میکنم که حتما و 100% به صورت جداگونه بیام راجع بهش یه ویدیو زبط کنم. اما امروز بچه ها من میخوام راجع به موضوع بحث بازیافت صحبت کنم و همینجا بگم من قبلا یه ویدئوی راجع به بحث بازیافت زباله تو کشور سوئد ضبط کردم که اگر اون ویدئو رو هم ندیدید لینکش میاد این بالا و حتما برید اون ویدئو رو ببینید که من به صورت تقریبا جامع و کامل توضیح میدم که ما چجوری زبالامون رو تفکیک میکنیم و این زباله چجوری و به کجا واسه بازیافت میره. اما یکی از مواردی رو که خیلی خوبه شما اینجا بدونید و
راجبش اطلاعات کسب کنید، بحث بازیافت قوطی هایی است که مال نوشیدنی است. شما زمانی که وارد یکی از فروشگاه‌های سوئدی میشید، فرق نمیکنه کجا، و شما حالا یه نوشابه‌ای میخرید یا یه بطری آب معدنی چیزی میخرید، حتما و 100% شما پول اون قوطی و پول اون بطری آب معدنی رو، آب رو، حالا یا هر چیز دیگه ای رو، حتی ممکنه که آب میوه باشه، ممکنه که آب معدنی باشه یا هر چیز دیگه ای، مطمئن باشید که شما پول اون رو پرداخت میکنید، که معمولا بین 1 کرون و 2 کرون است. این قوطی های که حالا کوچیکتر هستن و قوطی های فلزی کوچیک، اینا میشن 1 کرون. حالا قوطی های مثلا بطری های نوشابه خانوادگی که بزرگ هستن، اینا میشن 2 کرون. شما زمانی که مثلا یک بطری نوشابه خانواده خرید میکنید، ممکنه که قیمت اصل خود نوشابه 15 کرون باشه به عنوان مثال، بعد شما میایید 2 کرون اضافه پرداخت میکنید که میشه 17 کرون، و اون 2 کرون اضافه پول اون بطری است که شما دارید نوشابه رو باهاش خرید میکنید. دلیلش هم این است که شما زمانی که نوشابه رو استفاده کردید و تموم شد، دیگه اون بطری رو شما توی طبیعت راه نکنید، و اگر هم شده به خاطر اون 2 کرونی که شما از جیبتون پرداخت کردید، اون رو برید داخل دستگاهی رو بندازید که مخصوص این کار هست و پولتون رو پس بگیرید، که شما پولتون رو در قالب یه رسید میگیرید که توی اون رسید یه مبلغی نوشته میشه، و اینکه شما زمانی که میخواین خرید کنید، میتونید اون رسید رو به صندوقدار بدید و جای پول ازش استفاده کنید، و حالا ممکنه که بخشی از هزینه‌ای که خرید کردید رو با اون کاغذ چیکار کنید، اون رسید پرداخت کنید. حالا امروز من یه تعداد زیادی پانت دارم بچه‌ها، همین قوطی‌های فلزی و پلاستیکی، که من میخوام برم اینا رو پانتا کنم، یعنی میخوام برم داخل این دستگاه بندازم، و این دستگاه شمارش میکنه که من چه مقدار قوطی داخل این دستگاه میندازم، و به اون مبلغی که حالا واسه من میشه به صورتی رسید به من میده که بعد من میرم باهاش خرید میکنم. البته این نکته رو من بگم قبل از اینکه بریم با ادامه ویدیو، این که توی سوئد یه افراد خیلی زیادی هستند که اگر شما دیده باشید، اینا میرن سراغ سطلای زباله و میرن توی طبیعت، توی پارک‌ها اینور اونور دور میزنن، جلوی در رستوران‌ها دیدید، ممکنه که یک کیسه پلاستیکی با خودشون داشته باشن از این مشکی رنگ، و اینا سرک میکشن تو سطلای زباله، و هر جا که این افراد رو دیدید، بدونید که اینا دنبال همین قوطی‌های نوشیدنی میگردن که این قوطی‌ها رو جمع کنن، حالا تعدادش زیاد که شد، اینا رو میرن پانتا میکنن، داخل این دستگاه میندازن و پولش رو میگیرن. و اگر این افراد رو دیدین، دیگه واسهتون جای تعجب نباشه که خب اینا دارن چیکار میکنن و چرا کشور سوئد گدایی به این شکل داره. نه، اصلا اینجوری نیست، و اون افراد دنبال این میگردن که بخوان حالا قوطی پیدا کنن. یه چیز دیگه که بچه‌ها تا یادم نرفته بگم، این که شما زمانی که میخواین پانتا کنید، حالا میتونید برید یه سری از فروشگاه مثل فروشگاه لیدل، مثل فروشگاه کوپ یا مثل فروشگاه ایکا، خب اینا یه جایی دارن که دستگاه گذاشته و شما میتونید برید حالا پانتا کنید و کارتون انجام بدید. به جز این موارد، یه سری مراکز دیگه ای هست که مخصوص به قول گفتنی بازیافت همین قوطی‌های نوشیدنی است، که حالا عکسش رو شما میتونید اینجا ببینید و میتونید برید اونجا و این کار انجام بدید، که معمولا توی خانواده‌های سوئدی از بچگی این کار رو به بچه‌هاشون یاد میدن، یعنی به بچه‌هاشون یاد میدن که چجوری مثلا زباله رو تفکیک کنن، چجوری پانتا کنن، و اینکه چجوری به محیط زیست احترام بذارن و محیط زیست چقدر واسه شون مهمه، و حتی روزایی که تعطیل هست، خب اینا دست بچه‌هاشون رو میگیرن، میرن تو طبیعت، توی جنگل میگردن، اصلا راجع به جنگل باهاشون صحبت میکنن، راجع به طبیعت باهاشون صحبت میکنن، راجع به این صحبت میکنن که چه درختایی توی جنگل هست، چه بوتهایی و چه گیاهایی اینجا توی جنگلای سوئد رشد میکنه، و خلاصه پدر مادرها سعی میکنن که کلی اطلاعات راجع به محیط زیست و راجع به طبیعت بچه‌هاشون بدن. و یه مورد دیگه این که بچه‌ها، شما زمانی که میرید پانتا میکنید، اون دستگاهی که شما قوطیاتون رو میندازید، آخر سر قبل از اینکه اون رسیدتون رو بگیرید، از شما سوال میکنه که این هزینه رو میخواین که شما مثلا بابت پانتش بگیرید، رسیدش رو بگیرید که واسه خودتون باشه، یا اینکه نه، میخواین این رو واسه ردابان یا واسه همون حال انجمنی است که واسه حمایت از کودکان فقیر و نمیدونم این جور چیزا است، یا میخواین که این پول رو بفرستید واسه اونا، که شما دو تا دکمه داره، هر دکمه رو که انتخاب کنید میره این پول واسه حالا ردابان یا واسه خودتون که رسیدشون میگیرید. اگر ردابان نباشه، قبلا به این صورت بود که ممکنه یه سری انتخاب کنن واسه بچه‌هایی که حالا کانسر دارن، سرطان دارن، و یا اینکه ممکنه که اصلا این هزینه بره واسه خود محیط زیست هزینه بشه. حالا بستگی به اون مرکزی داره که شما میرید حالا پانتا میکنید و قوطی‌هاتون رو
میندازید. اگر کانال سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید، لایک کنید، ویدیو رو با دوستان خودتون به اشتراک بذارید و توی هر کانال یوتیوبی که بچه‌ها شما دیدید که یه ویدئویی به درد بخور پیدا کردید و یه ویدئویی دیدید که به اطلاعات شما اضافه کرد و یه چیزی به شما یاد داد، خیلی خوبه که حتما و 100% شما اون ویدیو رو لایک کنید و یا اینکه اون ویدیو رو با دوستان خودتون به اشتراک بذارید، کانال رو سابسکرایب کنید. شاید لایک کردن یک ویدیو واسه شما کار زیاد سختی نباشه، اصلا کاری نداره، فقط شما باید یه دکمه رو بزنید. اما اینکه شما بیان این کارو انجام میده کمک میکنه به دوستانی که حالا تولید محتوا میکنن تا اینکه بتونن حمایت‌های بیشتری از سمت شما بگیرن و انگیزه بشه واسه اینکه ویدیوهای بهتر و بیشتری تولید کنن. خب بچه‌ها، اینا فانتایی است که من دارم، یعنی این بطری‌های نوشابه و آب معدنی و حالا مال چیزای دیگه است که اینجا من دارم که خب حجمشون خیلی زیاد است که من باید برم اینا رو حالا به قول سوئدی ها پانتا کنم، یعنی باید برم بازیافت کنم. این بطری‌های نوشابه بزرگ ببینید بچه‌ها، اینا قیمتاشون 2 کرون است که اینجا هم زده. زمانی که من این نوشابه رو می‌خرم، من به جز قیمت خود این نوشابه 2 کرون اضافه‌تر پرداخت می‌کنم که این 2 کرون است که الان من اینو بازیافت کنم 2 کرون به من برمیگرده. و این قوطی‌های کوچیک‌تر قیمتاشون 1 کرون هست. حالا بطری‌های فلزی و پلاستیکی که کوچیک‌تر هستن قیمتاشون همش مثلا 1 کرون هست به این صورت. بریم اینا رو با هم پانتا کنیم. این دستگاهی که بچه شما اینجا پانتا میکنید که فرق نمیکنه قوطی های پلاستیکی و قوطی های فلزی رو میندازید این تو، بعدی مثلا 2 کرون رو بندازید، 2 کرون رو واسه شما چکار میکنه میشوره. ببینید البته 1 کرون بود، مثلا الان این 1 کرونه اضافه میکنه. هر یه دونه که میندازید قیمت‌ها رو اضافه میکنید. اینجوری تون تون که من میندازم این افزایش قیمت پیدا میکنه میره بالا. ولی اینم یه 2 کرونیه میشه 14 کرون. الان بچه ها من 29 تا قوطی فلزی انداختم، 60 تا قوطی پلاستیکی شده 116 کرون. خب بچه ها، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و تونسته باشم که بازم با این ویدیو به اطلاعات شما اضافه کنم. البته راستش بچه ها یادم نره که اون ویدیویی که راجع به تفکیک زباله هست حتما و 100% ببینید، چون جدیدن یه سری از شهرداری ها میان توی ماشین های زباله شون دوربین نصب میکنن تا جایی که من شنیدم، و این که شما زمانی که زبالاتون رو میخواییم بذارید دم در که حالا ماشین شهرداری یه هفته در میون میاد ببره، ممکنه که چک کنن ببینن شما تفکیک زباله دارید و یا ندارید. ممکنه که به روش های مختلف این تفکیک زباله رو چک کنن و بعضا شما جریمه بشید، چون یکی از دوستان من زباله های تر و خشک و داخلی سطل زباله میذاشته بیرون و شهرداری متوجه شده و جریمه کرده نزدیک 2000-3000 کرون. خب بچه ها، پس حتما حواستون به این قضیه باشه و اون ویدیو رو ببینید. هر جا که هستید بازم واسهتون سلامتی آرزو میکنم و تا یک ویدیو دیگه خدا نگهدار. موضوع خودتون باشید.